بسم الله الرحمن الرحیم. نمونه‌ای که دیده میشه مربوط به عقده لنفاویه ساختمانی لوبیای شکل که ناف داره، که نافش توی بعضی از مقاطع ممکنه دیده بشه، بعضی از مقاطع دیده نشه. اینجا ما الان ناف رو به وضوح نمیبینیم. کپسولی داره از بافت همبند که این کپسول از بافت همبنده، در زیر این کپسول سینوس ساب کپسولار قرار داره. چون کار عقده لنفاوی تصفیه لنفه، لنف از ناحیه محدب قده وارد میشه عروق لنفاوی و وارد سینوس ساب کپسولار میشن. در زیر سینوس عقده لنفاوی تقسیم میشه به ناحیه قشری یا کورتیکال که حاوی فولیکول های لنفاویه، اینا فولیکول های لنفاوی هن. و ناحیه مغزی که حاوی تناب‌های سلولیان لنفوسیتا، بینابین سینوس‌های مغزی قرار دارن. فضاهای روشن سینوس‌های مغزی هستند که لنف در داخل اونا حرکت می‌کنه. داربست عقده لنفاوی هم بافت رتیکولره. ترابکوله‌هایی که از قشر وارد میشن به داربست کمک می‌کنن. اینا نماهایی از ترابکوله‌ها هست. در اطراف ترابکوله ها سینوس های ترابکوله های قرار داره. ما اگه بخوایم سینوس رو از قشر به مغز در نظر بگیریم، سینوس ساب کپسولار در زیر کپسول سینوس های ترابکولایی همراه با ترابکوله وارد میشن و بعد میرسیم به سینوس های مدالاری یا سینوس های مغزی. بین ناحیه کورتکس که فولیکول های لنفاویه و مغز عقده لنفاوی ناحیه وجود داره به نام پاراکورتکس، که این پاراکورتکس لنفوسیت های تی بالغ معمولا در اونجا قرار دارن تا با آنتیژن واکنش نشون بدن. فولیکول های لنفاوی که حاوی مرکز روشنن، یعنی با آنتیژن مواجه شدن و جرمینال سنتر دارن. ممکنه بعضی از فولیکول های لنفاوی جرمینال سنتر داشته باشن منتها توی مقطع برش نخورده باشه. اما بعضی از فولیکول های لنفاوی ممکنه با آنتیژن مواجه نشن، مرکزشون روشن نیست، یعنی جرمینال سنتر ندارن. فولیکول لنفاوی اولی هن. ما یه نمونه دیگه میبینیم از لیمف نود یا عقده لنفاوی که اینجا ناف عقده لنفاوی قابل رویته. بیشتر از قشر خورده، ناحیه مغزی توش خیلی کمتره. اینجا ناحیه بخشی از ناحیه مغزیه و فولیکول‌های مقاطع فولیکول‌های لنفاوی در ناحیه قشر دیده میشن، عمدتاً حاوی جرمینال سنترن، یعنی با آنتیژن مواجه شدن و جرمینال سنتر دارن. روی جرمینال سنتر یک کلاهک مانند یا کپ مانندی هست که تجمع لنفوسیت‌ها به تعداد بیشتره. ناحیه مرکزی روشن و ناحیه قشری تیره تر در فولیکول های لنفاوی. اینجا یه نمونه از عقده لنفاوی کوچیکی رو میبینیم که چون ویژگی های خوبی توش بود من خواستم اضافه کنم به اون مپس عقده لنفاوی که شما دیدین. الان ما تو این عقده لنفاوی کپسول رو میبینیم به وضوح، سینوس ساب کپسولا رو میبینیم، ناحیه کورتیکال یا قشری رو میبینیم که توی این ناحیه کورتیکال یا قشری که فولیکول های لنفاوی قرار دارن ما به تعداد زیاد ماکروفاژ میبینیم. ماکروفاژ هایی میبینیم که الان ذرات زیادی از مواد زائد رو گرفتن در داخل خودشون جمع کردن، چون میدونیم که کار عقده لنفاوی تصفیه لنفه و الان اینا مواد زائد، مواد خارجی و میکروارگانیسم‌ها رو در داخل خودشون بلعیدن ماکروفاژا. بجز این ناحیه قشریه. میریم به سمت ناحیه مغزی، سینوس‌های ترابکولایی رو می‌بینیم، ترابکولا و سینوس‌های ترابکولایی و سینوس‌های مغزی قابل رؤیت. لنف که کاملا تصفیه شد از ناف عقده لنفاوی به صورت رگ لنفی واوران خارج میشه، لنف تصفیه شده.